آداب غسل کردن غسل این شستن بدن با آب پاک و با طور مخصوص با شرط ها و رکن ها و از غسل ها غسلی که واجب است و مثل غسل جنابت و غسل از حیض و از غسل ها غسلی است که آن سنت است و مثل غسل عید اضحا و عید فطر و در غسل کردن آداب ها است یکم در جای خلوت و پوشیده و دور از نظر مردم باشد از یعلا ابن امیه رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم مردی را دیدند که اوریان در زمین و در فضای کشادی بی درخ و بی پرده غسل میکرد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به منبر برآمدند و پس از حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی چنین فرمودند بیگمان الله عز و جل بسیار با حیا و پرده پوش است و حیا و پرده پوشی را دوست می دارد بس وقتی که یکی از شما غسل می کند باید خود را بپوشاند حدیث با روایت امام نسائی و امام ابو داود دوم از آداب غسل اسراف نکردن آب و به ضرورات صرف نکردن آن زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از امت من شخصانی می آیند که در پاک شدن و دعا کردن از حد می گذرانند. یعنی در غسل و طهارت کردن آب را صرف می کنند و در دعا دعای می کنند که نه در شریعت آمده است و نه در عرف عادت. پس تمام علما اتفاق بر آن هستند که اسراف کردن آب منع است اگر چنده در ساحل بحر باشند. سوم از آداب غسل کردن این است که انسان با طهارت کردن غسل خود را شروع میکند و در هنگام غسل حرکت بکند که آب به تمام اعضای بدنش برسد به زیر زانو و به زیر بغل و انگشتان دست و پای و به زیر سبزیش مویها. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم غسل جنابت می نمودند اول دستانشان را می شستند و سپس با دست راست بر دست چپشان آب می ریختند و شرمگاهشان را می شستند و سپس طهارت می کردند همچنانه که برای نماز طهارت می گرفتند و آب را می برداشتند و انگشتانشان را بین مویهایشان فرو می بردند و سپس سه بار با دست بالای سرشان آب می ریختند و سپس به دیگر اعضای بدنشان آب می ریختند و در آخر پایهایشان را می شستند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.